و ای که دین مقدس اسلام برای مرد سه طلاق حق دادگی است، ای به خاطر حفظ کرامت و حشمت انسانی زن هست که تا کرامتش حفظ بکنه و زن مانند یک آله در دست مرد مسیر نباشه که هر زمان دلش خواست بگیرش و هر زمان دلش خواست بگذارش. نه، در تمام عمرت سه طلاق حق داری و این سه طلاق هم از خود هر کدامش نویت های مختلف داره و هر کدامش از هم احکام مختلف داره. و شوهر عزیز، زمانی که تو در رابطه با طلاق اقدام میکنی، اول وقت و زمان طلاق بفهم که چی وقت است و دوم نویت و کیفیت طلاق بفهم که کدام هسته. پس با این طلاق بینونه صغرا که شوهر با خانم عقد جدید میکنه، مهر جدید و استاد تعیین میکنه، ای تو فکر نکو برادر عزیزم که خانم دوباره در قسمتت آوردی، طلاقایت هم دوباره در قسمتت معینه. خانم در قسمتت آمد ولیکن طلاقایت از دست دادی، دو طلاق از دست دادی. در حالی که اگر ما در اسلام نظر اندازی بکنیم، سه طلاقی که بالا یک خانم واقع میشه، کم از کم 6 ماه یا 7 ماه یا 8 ماه را در بر میگیره که سه طلاق واقع شود. در تو طلاقش خانم شوهر میتونه که با خانم رجوع بکنه، در طلاق سوم از او چی میشه؟ جدا میشه. ما تو چی میکنیم؟ ما تو زمانی که ویستا در رابطه با طلاق فکر نکردیم و سه طلاق در سر دهن ما بود و کمک واری اعصابت خراب شد، خانم بیچاره کمک واری نان شور کرده بود، اعصاب محترم تو خراب، نان زدی ده دیوال، برو سه طلاق سه هیچ کارت نبود. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله رب العزت همه ما شمار توفیق پابندی و استقامت به احکام دین و فهم درست دین نصیب فرمایه. اسلام من حیث یک دین ذریعه خوشبختی دنیا و آخرت ما بگردانه، و الله رب العزت هر یک ما شمار توفیق به اعمال نصیب فرمایه، که الله رب العزت از ما شمار راضی باشه. شک نیست برادر اسلام که طلاق یکی از موارد انحلال خانواده هست که شریعت اسلام صلاحیت از او را به دست شوهر داده، و اکثریت موارد انحلال خانواده را اگر امروز ما بررسی بکنیم، اکثریت از اینها توسط نظمی طلاق صورت میگیره که صلاحیت از او به دست شوهر و یا به دست مرد میباشه. و شک نیست که دین مقدس اسلام همین قسمی که قواعد مبادی و اصول نکاح را برای ما شما از خلال آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر بیان کرده، به این شکل در رابطه با طلاق هم الله رب العزت آیات متعدد در سوره های متعدد و حتی یک سوره را به نام سوره طلاق برای ما شما مشخص ساخته، و احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم احکام زیرا بر ما بیان کرده که تا یک شوهر زمانی که خانم خود طلاق میکنه کدام مبادی قواعد و اصول در نظر بگیره. در رابطه با معنا و مفهوم طلاق و مشروعیتش و حکمتهایش شک نیست که در خطبه های گذشته صحبت های مفصل صورت گرفت برادر اسلام، و از خلال آن چیزی که بیان کردیم برای ما معلوم شد که در دین مقدس اسلام طلاق به صورت آنی و دفتنی جواز ندار برادر اسلام، بلکه طلاق
در حقیقت بعد از مراحل چارگانهی که من حیث مراحل مقدماتی در رابطه با طلاق می باشد، از خلال آیات قرآن مجید باید که صورت بگیره. و سر زمانی که مشاکل خانوادگی اوج میگیره و راه‌های مقدماتی حل از این مشکلات قرآن مجید برای ما پیشنهاد کرده، شوهر در نظر میگیره و بالاخره موقف شوهر به پایان رسیده، حکمین در رابطه با این سعی و تلاش و کوشش میکنن و با همه سعی و تلاش و کوشش بالاخره هنوز هم مشاکل خانوادگی رو به اوج است. پس اینجاست که دین مقدس اسلام مسئله طلاق من حیث آخرین پیشنهاد جهت حل مشاکل خانوادگی برای ما و شما مشروع میگردانه، احکامش، مبادیش، قواعد و اصولش بیان میکنه که تا شوهر در حین استفاده از طلاق ای احکام و مسائل باید در نظر بگیره. و جهت از اینکه طلاق به خاطر حل مشکل است، برادر اسلام، طلاق به خاطر ایجاد مشکل نیست. ولیکن آن چیزی که با کمال تأسف امروز ما در عصر حاضر خود نظر اندازی می کنیم، خود طلاق یکی از راه های ایجاد مشاکل برای ما و شما شده. خود همین طلاق یکی از راه های ایجاد مشاکل برای ما و شما شده. چی مشکل در رابطه با خانم باشه، چی مشکل در رابطه با اولاد باشه، چی مشکل در رابطه با خود شوهر باشه و حتی چی مشاکل در رابطه با خانواده های اصلا که رشته های محبت و دوستی را با هم بسته کرده بودن و با این طلاقی که ما مطابق شریعت انجام نمیتیم بالاخره رشته های محبت و دوستی را به عداوت و دشمنی تبدیل میکنیم. پس به یقین داشته باشیم برادر اسلام که در عمل کرد به احکام الهی برای انسان خیر است، سعادت است، خوشبختی است. اگر اینمی طلاق مطابق آن چیزی که شریعت اسلام برای ما شما گفته، اگرچه انحلال خانواده هست، اگرچه زن و شوهر از هم جدا میشن، ولیکن متوجه باشین که مشاکلشون دیگه از بین میره و الله رب العزت میفرمایه که یغنی الله کل من ساعته، هر یکشان پروردگار عالم باز از فضل و رحمت خود باز اون مشکلاتشون رو چی میکنه پورا میسازه. برای خانم شوهر دیگر به اسلام میده که بسته حیات و زندگی آرام داشته باشه، شوهر هم خانم دیگر پیدا میکنه که حیات و زندگی آرام داشته باشه. اما در صورتی که شوهر چنین قواعد مبادی و اصول اسلام در رابطه با طلاق دادن مد نظر نمیگیره، پس ما توجه باشین که نمی مشکلاتی که امروز بعد از طلاق ما در خانواده ها داریم شاهدی نمی چیزی هستیم که احکام شریعت در رابطه با اون مراعات نشده. علما یک بسیار مثال خوب بر ما میتن برادر اسلام در رابطه با این مراحل مقدماتی چارگانه در رابطه با طلاق و در رابطه با آن چیزی که طلاق من حیث حل مشکل هست. مثال از این در رابطه با یک مریض میتن، مریض میتن که به خاطر علاج و تداوی خود پیش دکتر میره و دکتر زمانی که مریض به اصطلاح تشخیص میکنه، دکتر میفهمه که باید این مریض چندین مرحله را باید سپری کنه از تداوی و علاج که تا بالاخره صحت یاب شوه. پس به می خاطر است که دکتر نظر به تجارب خود برای مریض تصویب میکنه که تو اینی مراحل 1، 2، 3، 4 مد نظر بگی و انشالله و طلا بعد از او تو چی میشی؟ صحتیاب میشی. پس نمی مریض اگر بخواه که صحتیاب شوه، پس باید که در توصیه دکتر و مراحل مقدماتی علاج 1، 2، 3 مد نظر بگیره که تا بالاخره صحتیاب شوه دیگه. پس این همین مریض زمانی که به استاد توصیه های دکتر عمل نکرد و خود سرانه عمل کرد بدون از اینکه در نظر بگیره که طبیب برای من چی گفته و دکتر برای من چی گفته، شک نیست که چنین تداوی و علاج نه تنها که باعث صحتمندی مریض نمیشه، حتی منجر به این میشه که تا جان خود هم از دست بده. به عین شکل مسئله طلاق است برادر اسلام. پس به این خاطر در خطبه های گذاشته ما بیان کردیم که طلاق در اسلام به صورت آنی و دفتنی صورت نمیگیره، بلکه این طلاق در حقیقت بعد از مقدمات چارگانه هست که شریعت اسلام بر ما بیان میکنه و باید که شوهر این مقدمات چارگانه را 1، 2، 3، 4
مد نظر بگیرن و بعد از او که باز نشد باز مسئله طلاق پیشنهاد میشه. در قدم دوم زمانی که شوهر اقدام به طلاق میکنه برادر اسلام، این باید بفهمه که طلاق چی وقت و زمان و چی گونه باید صورت بگیره، یعنی وقت و زمان طلاق و کیفیت و چگونگی طلاق باید بدانه. امور هست که با کمال تاسف امروز اکثریت در رابطه با او فکر نمیکنیم برادر اسلام. اسلام تنها به اصلاح چند رکعت نماز نیست که بیایم در مسجد بخوانیم در صف اول بشینیم، و یا ای که بریم به اصلاح در بیت الله شریف ما و شما چی بکنیم؟ حج بکنیم. نه، اسلام خود تمام احکام در بر میگیره. یکی از مهمترین مسائلی که تو در رابطه با او مکلفیت داری خانواده ات است، مسئله نکاح ات است، مسئله ازدواج ات است، تربیه اولاد ات است، مسئله طلاق است، کل از این چیزا باید تحت اسلام داخل باشه دیگه. پس در قدم دوم بعد از این مراحل چارگانه شوهر باید بفهمه که وقت و زمان طلاق چی وقت است. طلاق هر وقت داده نمیشه برادر عزیزم، هر چیز در اسلام از خود وقت و زمان داره. آیات قرآن مجید می آید، احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم می آید، وقت و زمان طلاق بر ما تعیین میکنه و شوهر مکلف میکنه که هر زمانی که تو میخوای خانمت طلاق بدی در این وقت و زمان طلاقش بدی. و کیفیت چگونیش بر ما بیان میکنه که طلاق چگونه صورت بگیره، کیفیتش چگونه باشه. شک نیست که از خلال آیات قرآن مجید چنانچه در آیات سوره طلاق براتان تلاوت کردم، الله رب العزت صراحتا می فرما یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. ای نبی و ای پیغمبر، هر زمانی که شما زنهایتان طلاق میتین طلاقشان در عدتشان باشه. طلاق در عدت به چی معنی؟ یعنی به این معنی که هر وقت و زمانی که شوهر میخواه خانم خود طلاق بده، طلاق باید در وقت و زمان صورت بگیره که خانم در طهر است. طهر چی را میگن؟ طهر عبارت از امو پاک شدن خانم بعد از عادت ماهانش میباشه، یا پاک شدن خانم بعد از مرض نفاس میباشه، بعد از اینکه خانم از مرض عادت ماهانه پاک میشه و غسل میکنه و نماز و روزه خود میگیره، و یا بعد از مرض نفاس، اینمی حالت به نام طهر یاد میکنن. پس طلاق زمانی که داده میشه در وقت و زمان باشه که خانم در حالت طهر باشه، طهری که در او هم بستری صورت نگرفته باشه. و جهت از اینکه همه ما شما میدانیم که در حالت حیض هم بستری با خانم جواز نداره. آیات قرآن مجید هم است که سلونه کن این محید قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحید. در حالت حیض از خانم ها خودداری بکنین، نزدیک نشین، اما زمانی که خانم در پاک میشه و در حالت طهرش میه، پس اینجاست که هم بستری هم برای شوهر چی میشه؟ روا میشه. پس نمی طلاقی که برای خانم داده میشه وقت و زمانش در وقت و زمان طهر هست که در او همبستری صورت نگرفته باشه. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که خبر شد یکی از اصحاب خانم خود در حالت حیض طلاق داده، برایشان امر کرد که به خانمت رجوع بکو و بعد از او بکو، به اصلاح نگاهش بکو تا وقتی که پاک شوه طهر پیدا بکنه، بعد از اینکه به زمان طهرش رسید بعد از او باز تو طلاق خواستی طلاقش بده. در حالت حیض، در حالت طهری که دو جماع صورت گرفته، همبستری صورت گرفته، متوجه باشن که طلاق جواز نداره. بدر در عزیز، اکثریت مردم در رابطه با این نمیفهمه. طلاق در سر دانش است، هیچ نمیفهمه که خانم در کدام موقف است. امی خانمه که من طلاق میتم لفظ طلاق والا شواق میکنم، امی خانم در حالت طهر است یا نیست، نمی طهرش ما با یه همبستری کردیم یا نکردیم، بس دیگر. طلاق از خود وقت داره، زمان داره برادر عزیز. پس به این اساس طلاق دادن در حالت حیض که خانم در عادت ماهانه باشه و یا در حالت طهره که همبستری صورت گرفته باشه، متوجه باشین که در شریعت اسلام اینه به نام طلاق بدعی یاد میکنه. بدعی به چی معنا؟ یعنی خلاف سنت هست، جواز نداره. جواز نداره به این معنا نیست برادر عزیزم که طلاق واقع نمیشه. گوشت خوب باز کو، اعتباز نگوی که مولای سه گفته بود در این حالت طلاق نه، جواز نداره به این معناست که تو حق نداری که در این حالت خانم طلاق، لیکن اگر طلاق دادی طلاق واقع میشه و خودت گناهکار میسی، در معصیت و نافرمانی پروردگار عالم قرار میگیری. پس به این اساس زمانی که شوهر میخواهد که خانم طلاق بده و تصمیم و اراده طلاق میگیره، پس در قدم اول به اسلام موقف مطالعه بکنه
که آیا خانم در حالت حیض است و یا در حالت طهر است. اگر در حالت طهر است، در این حالت ما با این همبستری کردیم، یعنی خب چرا برادر عزیزم؟ اینمی اللهی که ما شما را خلق کرده، اینمی الله از کل چیز ما و تو آگاه است. و می فهمی که نمی انسان را که ما خلق کردیم به نص قرآن مجید، انسان یکی از طبیعتش شتاب زدگی هست. و خلق الانسان و عجولا، انسان یک موجود شتاب زده هست، تصامیم عجولانه میگیره، همه کارش به عجله و شتاب زدگی هست. پس الله رب العزت میفهمه که مسئله نکاح، مسئله ازدواج و مسئله طلاق بسیار چیزهای حساس هست. اگر این هم به صورت عجولانه هم تو تصمیم بگیره، شک نیست که همه ما شما شاهد هستیم. 95% مردم که امروز زنهای خود طلاق بدن، باز من اینجور سمیر که ولا پشیمان شده ولا نادم بونه. الله میفهمه. پس کل از این قضایا به چی خاطر است؟ که تا مرد در رابطه با تصمیم خود در رابطه طلاق بسیار بسیار عمیق فکر بکنه. در اون موقع زمانی که بسیار طلاق دادانش آمده، یک دفعه فکر کنه که این موقع طلاق است یا نیست. خب موقع طلاق نبود، فهمید که خانم در طور است و بالاخره در این طور ما با این هم بستری کردیم، در این وقت و زمان خود طلاق به جواز نداره. خیلی بیا که بسیار چی شوه، طورش خلاص شوه، عادت ماهانه دیگهش برسه و بعد از او در طور دیگه که کم از کم هیچ نشه، کنیم دو ماه رو در بر میگیریم. خب در ظرف کنیم دو ماه مردکه به حال خود میایه و از تصمیم گرفته دوباره چی میشه؟ منصرف میشه. کل از این قضایا به خاطر حل مشکلات است برادر عزیز. و بعد از این که در رابطه با وقت و زمان طلاق که عبارت از طهر هست که در او همبستری صورت نگرفته، موضوع دومی که شوهر در رابطه با طلاق باید بفهمه برادرای عزیز میست که طلاق چگونه صورت بگیره، کیفیت و چگونگی طلاق چگونه باید واقع شود. اینه متوجه باشین که شریعت اسلام برای یک مرد با خانمی که ازدواج میکنه و ای که صلاحیت طلاق برای مرد داده، متوجه باشین که شریعت اسلام برای مرد در تمام عمرش با خانم تنها 3 طلاق برایش حق داده برادر عزیز. و هر زمانی که شوهر این 3 طلاق با این خانم استفاده میکنه، دیگه این شوهر با این خانم دیگه از هم دیگر جدا میشن، محرمات موقتی میشن. خب علت چی هست؟ اگر ما در جاهلیت عرب قبل از اسلام نظر اندازی بکنیم برادر، اسلام شک نیست که دین مقدس اسلام یک دین کامل هست و دین هست که به خاطر عزت و کرامت انسان آمده. در جاهلیت عرب هم طلاق مروج بود برادرای عزیزم، و آنقدر طلاق مروج بود و آنقدر شوهرها و زنها را طلاق میدادند که حد و اندازه نداشت. و حتی طلاق من حیث یک آله زجر و شکنجه در رابطه با خانم توسط چی بود؟ توسط مردها بود که مثلا وقتی که میخواستن خانم از زجر بزن شکنجه بتن، بازور طلاق میدادن. باز وقتی که دتش نزدیک میشد، مثلا بازور دوباره در رسمت خود داخل میکردن. یعنی به این معنی که هر وقت و زمانی که دلشان میشد طلاق میدادن و هر وقت و زمانی که میشد دوباره در رسمت خود داخلش میکردن. مانند اونم اون بکس دستیه که هر وقت زمان انسان بخواه بگیرش و هر وقت زمان که بخواه بشه بگذارش. نه، شریعت اسلام چنین کار با کرامت انسانی زن منافی می باشه برادر عزیز. و ای که دین مقدس اسلام برای مرد 3 طلاق حق دادگیست، ای به خاطر حفظ کرامت و حشمت انسانی زن هست که تا کرامتش حفظ بکنه و زن مانند یک آله در دست مرد مسیر نباشه که هر زمان دلش خواست بگیرش و هر زمان دلش خواست بگذارش. نه، در تمام عمر 3 طلاق حق داری و این 3 طلاق هم از خود هر کدامش نویت های مختلف داره و هر کدامش از هم احکام مختلف داره. زمانی که 3 طلاق در رابطه با زن صورت گرفت و هنوز هم به اصطلاح مشاکل خانواده حل نشد، دیگه پروردگار الله میگه دیگه خلاص، دیگه علی زن به این معنی نیست که تو هر وقت زمانی که خواستی ایلاش بیتی و هر زمانی که خواسته باشی در حفظ خود داشته باشی، نه قطعا. پس به این خاطر بود که از جمله چیزهایی که شریعت اسلام در رابطه با آن چیزی که در جاهلیت عرب معمول بود در مورد طلاق، یکی همی است که طلاق برای مرد محدود ساخت. محدود به چند طلاق؟ محدود به 3 طلاق. و این 3 طلاق هم قسمی که براتون بیان کردم، انواع مختلف و هر کدامشون از خود احکام مختلف داره. و شوهر عزیز، زمانی که تو در رابطه با طلاق اقدام میکنی، اول وقت و زمان طلاق بفهم که چی وقت است و دوم نوعیت و کیفیت طلاق بفهم که کدام هسته. طلاق اول به نام طلاق رجعی یاد میکنم برادر استم، اصطلاحات یاد میگیرین. طلاق دوم به نام طلاق بینونه صغرا یاد میکنن
و طلاق سوم به نام بینونه کبرا یاد میکنند. طلاق رجعی به چی معنا؟ یعنی زمانی که شوهر میخواهد که خانم خود طلاق بده، بعد از مراحل چارگانه که براتون گفتم و بعد از اینکه تصمیم گرفت که من خانم خود طلاق میتم و طلاقم در چی وقت و زمان؟ در اون وقت و زمانی که در طهر هست که با او همبستری صورت نگرفته. پس تا اینجا تنها یک طلاق داده میشه برادر اسلام، یک طلاق داده میشه، یعنی در یک طور یک طلاق برش داده میشه و این با نام طلاق رجعی یاد میکنند. کلمه رجعی از کلمه مراجعه گرفته شده، یعنی برگشت. این رجعی به این خاطر میگن که شوهر دینمی طهری که با خانم هم بستری نکرده بود طلاقش داد و بعد از او تا خانم هنوز عدت خود سپری نکرده. عدت چیز هست که انشاءالله تعالی در خطبه های آینده در رابطه با ما صحبت مفصل میکنیم. برات از امو انتظاری خانم است که بعد از اینکه شوهر طلاقش میده سه طهر و یا سه حیض و یا سه ماه انتظار بکشه و بعد از او باز میتونه که امرای شوهر دیگه چی بکنه؟ ازدواج. پس مادامی که نمی خانم بعد از طلاق در عدت خود میباشه، شک نیست که هنوزم در خانه شوهر حیات و زندگی رو بسر میبره، کل نفقه و همه چیز به حساب ذمه شوهر است. پس این طلاق رجعی را به این خاطر رجعی میگن که نمی شوهر در نمی مدت عدتی که نمی خانم هست، عدت یعنی به این معنی که سه ماه یا به این معنی که سه بار عادت مانش بیاید و در طهر برسه، در نمی مدت اگر شوهر خواسته باشه دوباره به خانم خود چی میکنه؟ رجوع میکنه، بدون از اینکه عقد جدید بکنه، بدون از اینکه رضایت خانم شرط باشه، و رجوع از او هم میشه که عملی باشه، میشه قولی باشه، به هر شکلی از اشکال میتونه به خانم خود رجوع بکنه و هیچ کدام اشکال نداره بدون کدام ملاحظه. ببینید که چقدر فرصت میده دین مقدس استم. خب گیریم که شوهر خانم در طهرش که با او همبستری صورت نگرفته بود یک طلاق داد و بعد از او عدتش سپری شد، یعنی سه ماهی که ما در رابطه با عدت میگیم سه ماه سپری شد و شوهر رجوع نکرد، خب چی گپ میشه؟ پس اینجاست که طلاق دوم واقع میشه، یا ای که طلاق دوم شوهر در طهر جدیدش دوباره برش چی میکنه؟ وارد میکنه. و یا ای که اگر شوهر وارد نکنه طلاق دوم خود به خود اتومات واقع میشه. پس این طلاق دوم به نام چی یاد میکنم؟ به نام طلاق بینونه صغرا. کلمه بینونه از کلمه باین گرفته شده و باین به معنای جدایی را یاد میکنن و صغرا ای را به نام خرد به این خاطر یاد میکنن که عقد ازدواج بین زن و شوهر با طلاق دوم از بین میره ولیکن هنوز هم برای شوهر فرصت مراجعه برای خانم وجود داره. صغرا به این خاطرش میگن که عقد نکاح با طلاق دوم بین زن و شوهر از بین میره ولیکن هنوز هم فرصت برای شوهر هست که به خانم خود رجوع بکنه، ولیکن چیگونه؟ با عقد جدید، با مهر جدید. یعنی به این معنی که بعد از طلاق دوم شوهر میتونه که به خانم خود رجوع بکنه، نمانند اول که به اصطلاح بدون ملاحظه با رجوع کرده میتونست، نه، در این طلاق دوم زمانی که واقع میشه و شوهر باید عقد چی بکنه؟ تجدید بکنه، یعنی از سر ایجاد و قبول صورت بگیره، از سر شاهده باید در مجلس باشن و از سر باید مهر جدید در رابطه با خانم چی شوه؟ تعیین شوه و به این اساس شوهر با این کار خود متوجه باشن که دو طلاق خود از دست میده. برادر استم امور هست که اکثریت ما اینو نمیفهمیم و اکثریت تو فکر میکنه گویا که یک نفر یک شوهر خانم خود طلاق داد و طور مثال یک طلاق رجعی و بعد از او باز بر او مراجعه کرد بدون ملاحظه عقد جدید دیگه و دیگه در عدتش، وقتی که مراجعه میکنه متوجه باشه که شوهر طلاق رجعی را از دست داد. برادر عزیز، اینمی شوهر دو سال بعد، یک سال بعد، سه سال بعد خانم خود یک طلاق دیگه میده، بازی تو فکر نکنه که در اون طلاقی که من داده بودم طلاق رجعی بود و ما به خانم رجوع کرده بود، مولوی صاحب برای ما گفت که برو مراجعه بود که هیچ کدام اشکال ندار در این طلاق من رجوع بکنم. نه برادر عزیزم، این طلاقی که داده سه سال دو سال بعد دوباره صورت میگیره بعد از طلاق رجعی، متوجه باش که طلاق دوم هست. چرا؟ طلاق رجعی تو از دست دادی دیگه، رجعتت به خانم طلاقت دوباره برای تو راجع نمیکنه، بلکه رجعتت به خانم یک طلاقت تو چی میکنه؟ از دست میدی. پس سه سال بعد زمانی که خانم خود یک طلاق میده، این طلاق هم طلاق چی میباشه؟ بینونه صغرا میباشه. پس بینونه صغرا چند صورت داره برادر اسلام؟ صورت اولش چیست؟ که شوهر خانم خود در طهرش
طلاق داد، طوری که با او همسری صورت نگرفته و بعد از او در عدتش برش مراجعه نکرد. که مراجعه نکرد، طلاق دوم بین اونای صغرا اتومات واقع میشه. و یا ای که خودش طلاق دوم واقع کرد، و یا هم ای که طلاق رجعی صورت گرفت و بعد از طلاق رجعی که اصلا شوهر به خانم رجوع کرد، بعد از او یک سال بعد دو سال بعد باز دوباره شوهر خانم خود یک طلاق میده، این طلاق هم به نام بین اونای صغرا یاد میشه. پس با این طلاق بین اونای صغرا که شوهر با خانم عقد جدید میکنه، مهر جدید و اصلا تعیین میکنه، اتو فکر نکو برادر عزیزم که خانم دوباره در قسمتت آوردی، طلاقایت هم دوباره در قسمتت معینه، خانم در قسمتت آمد ولیکن طلاقایت از دست دادی، دو طلاق از دست دادی. پس دو طلاق که تو از دست دادی آل چیست؟ یک طلاق دیگه پیش تو باقی مانده. و این طلاق سوم به نام چی یاد میکنن؟ طلاق سوم به نام طلاق بینونه کبرا یاد میکنن. بینونه کبرا به چی معنا؟ بینونه به معنای جدایی، کبرا به معنای بزرگ. بزرگ به چی معنا؟ یعنی به این معنا که بعد از واقع شدن از این طلاق سوم دیگه این شوهر از این خانم دیگه به کلی جدا میشه دیگه. اینجاست که حشمت و کرامت زن حفظ میشه. دیگه شریعت اسلام اجازه نمیده که به این شوهری که خانم یک دفعه طلاق داده و رجوع کرده، دیگه دفعه طلاق داده و به او عقد جدید کرده، باز امرایش داشته چی بکنه؟ طلاقش بده و به شکل از نه. مراجعه خانم با شوهر اول بعد از طلاق سوم که طلاق بینونه کبرا نامیده میشه، برادرای عزیزم در قرآن مجید حکمش بر ما بیان کرده که خانم به این شوهر دیگه حرام است، جواز نداره که این شوهر به این خانم مراجعه بکنه. تا چی وقت؟ تا با وقتی که با خانم با شوهر دیگر ازدواج بکنه، و بعد از ازدواج با شوهر دیگر اگر شوهر دومش وفات میکنه و یا طلاقش میده و عدتش سپری میشه، بعد از او اگر این شوهر و خانم میتونن که حیات و زندگی خود به صورت درست به پیش ببرن، بعد از او بازو میتونه که با این شوهر چی بکنه؟ ازدواج بکنه. و این را به نام بینونه کبرا یاد میکنن. و شک نیست که بینونه کبرا هم چند صورت داره. از جمله صورت های بینونه کبرا یکی هم امیست براد اسلام که بعد از این که شوهر با طلاق بینونه صغرا با عقد جدید و با مهر جدید با خانم خود ازدواج کرد، دو طلاق از دست داد، بعد از او از مدت دوباره از خانم خود یک طلاق میده، اینمی یک طلاق در حقیقت طلاق سوم هست و این را به نام بینونه کبرا یاد میکنن. نوع دومی بینونه کبرا که در شریعت اسلام جواز نداره و اینه به نام طلاق بدعی یاد میکنن و چیز هست که امروز در سر زبانهای اکثریت ما میباشه و این خلاف آن چیز هست که شریعت اسلام بر ما و شما بیان کرده، واقع کردن سه طلاق در یک مجلس در یک وقت و زمانه. دمی یک وقت و زمان صاحب زر صاحب سه طلاق برو طلاق است، طلاق است، هیچ نمیفهمه که چی بگه. در حالی که اگر ما در اسلام نظر اندازی بکنیم، سه طلاقی که بالا یک خانم واقع میشه، کم از کم 6 ماه یا 7 ماه یا 8 ماه را در بر میگیره که سه طلاق واقع شود. در تو طلاقش خانم شوهر میتونه که با خانم رجوع بکنه، در طلاق سوم از او چی میشه؟ جدا میشه. اما با کمال تاسف امروز سه طلاق ما شما صاحب در یک مجلس سه طلاق چی میکنه واقع میشه. و یه هم از جمله موارد سه طلاق هست که متوجه باشین که اکثریت فقها با وقوع از او اتفاق نظر دارن. و نوع دیگر طلاق بینونه کبرا قسمی که پیشتر براتون بیان کردم، اونمو طلاقی هست که بعد از اینکه خواه شوهر با بینونه صغرا امرای خانم عقد جدید میکنه و بعد از یک مدت 3 سال 4 سال یا 5 سال بعد بالاخره را طلاق میده، این طلاق هم بینونه چی یاد میشه؟ بینونه کبرا نامیده میشه. پس به این اساس زمانی که ما در آیات قرآن مجید مراجعه میکنیم، برادر عزیزم، قرآن مجید احکام بر ما بیان کرده. الله رب العزت صراحتا در آیات قرآن مجید در سوره بقره برای ما میفهمه که الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تصحيح باحسان. طلاق دو مرتبه هست، یا نگه داشتن به خوبی و یا هم الا کردن به خوبی. خب دو طلاق به چی معنا؟ یعنی دو طلاقی که شوهر میتونه به خانم خود دوباره چی بکنه؟ مراجعه بکنه.
یعنی دو طلاقی که شوهر میتونه با خانم خود دوباره مراجعه بکنه، که یکی طلاق رجعی هست که بدون کدام ملاحظه و دیگر طلاق بینونه یا صغرا هست که با عقد جدید، این دو طلاق هست که شوهر میتونه که با خانم خود دوباره مراجعه بکنه. اما بعد از مراجعه باید که بدانید که شما دو طلاق از دست دادید. و بعد از این آیات الله رب العزت میفهمه که فَإِن طَلَّقَهَا بعد از این دو طلاق اگر شوهر دوباره خانم طلاق دیگه میده، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد از این طلاق سوم این خانم برای از این شوهر حلال نمیشه، حتى تنكح زوجا غيره، تا وقتی که خانم با شوهر دیگر چی بکنه؟ ازدواج بکنه. پس این خانم با شوهر دیگر بعد از عدتش زمانی که ازدواج میکنه و ازدواج با تمام احکام شرعی صورت میگیره و بعد از اینکه این خانم با این شوهر دوم خود زندگی تیر میکنه، یا شوهر وفات میکنه یا بنابر مشکلات باز دوباره شوهر دوم خانم طلاق میده. بعد از اینکه شوهر دوم خانم طلاق میده و عدت خانم سپری میشه و شوهر دوم به خانم مراجعه نمیکنه، بعد از این باز این خانم اگر با شوهر اول خود میتونست که موافقه بکنه و حیات و زندگی خود به اصطلاح پیش ببره، بعد از این کل پروسه باز میتونه که با شوهر اول خود دوباره چی بکنه؟ ازدواج بکنه. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِن طَلَّقَهَا اگر شوهر دوم باز طلاقش داد، فلا جناح علیهما، پس گناهی نیست بین از اینها که با همدیگر چه بکنن؟ رجوع بکنن، در صورتی که میدانند که ما احکام الهی را در رابطه با مسائل خانوادگی میتونیم چه بکنیم؟ پیاده بکنیم. پس اینا به نام طلاق بینونه چی داریم؟ بینونه کبرا یاد میکنن. پس یکی ما طلاق رجعی داریم برادر اسلام، یکی طلاق بینونه صغرا داریم و یکی هم طلاق بینونه کبرا هست. و شوهر در رابطه با حیات و زندگی خود با خانم اینمی سه طلاق حق داره. در قدم اول شریعت اسلام برای شوهر گفته که تو به صورت آنی و دفتنی خانم طلاق نده، بلکه باید که با تفکر بسیار عمیق، قسمی که بیشتر برتان بیان کردم، و بعد از او در عدت، یعنی هر طلاق در یک عدت صورت میگیره که بیشتر برتان گفتم که هر عدت اگر ما سه ماه در بر بگیریم، سه طلاقی که واقع میشه اقلا 6 ماه 7 ماه را در بر میگیره که تا سه طلاق واقع شه. چرا یک طلاق واقع میشه؟ یک عدت سپری میشه 3 ماه. در ظرف 3 ماه شوهر به خانم رجوع نکرد، طلاق دوم به صورت اوتومات واقع میشه. در عدت دوم که عقد جدید نکرد، بالاخره طلاق سوم واقع کرد، طلاق سوم باز بینونه کبرا میشه که باز نمیتونه با او چی بکنه؟ ازدواج بکنه. پس کل از این قضایه را چرا براتون میگم برادر اسلام؟ به جهت از اینکه بعد از اینکه الله رب العزت در قرآن مجید در رابطه با مسئله طلاق، در رابطه با مسئله رجعت همش برای ما و شما بیان میکنه، بالاخره در اخیر از این آیات میفهمین چی میگه؟ ولا تتخذوا آیات الله هزوا، با احکام الهی مسخره نکنین، با احکام الهی استهزا نکنین، با احکام الهی رشخن نزنین. خب چرا الله رب العزت این مسئله را بعد از این قضیه بر ما میگه که ولا تتخذوا آیات الله هزوا، با آیات الله استهزا و تمسخر نکنین، با احکام الهی رشخن نزنین؟ چرا؟ با کمال تعصب برادرای عزیزم، آن چیزی که امروز ما در واقع و واقعیت حیات و زندگی اکثریت مسلمان ها در رابطه با مسئله طلاق نه طلاق نظر اندازی میکنیم، یعنی شما باور بکنید که براتون گفتم میتونید که 85% این طلاق هایی که امروز در خانواده های ما صورت میگیره، این استهزاء و تمسخر مستقیم به آیات و احکام الهی است. الله خود میداند دیگه. در عهد و زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خبر شدند که شخص خانم خود در حالت حیض طلاق داده، و یا شخص خانم خود به 3 لفظ طلاق یک بارگی طلاق داده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم آنقدر اعصابشان خراب شد و آنقدر قهر شدند و خیستند و گفتند که ایلعبوا بکتاب الله و انا بین اظهرکم، با کتاب الله با احکام الهی استهزا میکنین، رشخن میزنین، تمسخر میکنین، در حالی که من هنوزم در بین شما هستم. استهزا و تمسخر در رابطه با کتاب الله چی؟ یعنی کتاب الله، حکم الله، حکم رسول در رابطه با طلاق برای ما و شما چیز میگه و ما و شما در رابطه با طلاق چیز دیگه میکنیم.
از جمله موارد استهزاء و تمسخر در رابطه با آیات و احکام الهی در مورد طلاق یکی هم همی است برادر اسلام، که امروز اکثریت برادرای عزیز ما و شوهرهای محترمی که خانمه های خود طلاق میتن اصلا نمیفهمن که وقت و زمان طلاق چی وقت است. پس تو که طلاق با وقت و زمانش ندادی، با یقین بدن که با احکام الهی استهزاء و تمسخر کردی. ربت خالقت در کتاب خود، در کلام خود سوره ای را به نام طلاق نازل میکنه. در این سوره برای تو میگه که یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. لیکن جناب محترم تو هیچ نمیفهمی که بسا عدت چی وقت است، طور چی وقت است، حیض چی وقت است. بس دیگه اصحاب جناب محترمت که خراب شده دیگه، خلاص دیگه طلاق چی میکنی وارد میکنی. پس یکی از موارد استهزاء و تمسخر در رابطه با طلاقی که با کمال تاسف امروز در خانواده های ما هست، یکی هم عدم وقوع طلاق در وقت و زمان معین و مشخصش می باشد. نوعی دیگر استهزاء و تمسخر با آیات الله در رابطه با مسئله طلاق برادرای عزیزم است که امروز با کمال تعصب براتون بگیم، قسمتی که پیشتر هم براتون بیان کردم. امروز اکثریت زمانی که طلاق میتن، یک طلاق نی، دو طلاق نی، دمیدانش سه طلاق است دیگه، سه طلاق است. و شک نیست که سه طلاق به یک لفظ در یک مجلس در یک وقت و زمان یا جمله طلاق های بدعی شمرده میشه که شریعت اسلام قطعا جواز نداده. و این نوع طلاق متوجه باشن که استهزاء و تمسخر مستقیم با کتاب الله است. در هفته های گذشته هم براتون بیان کردم برادر عزیزم، زمانی که شخص آمد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر شد که به اصطلاح به یک لفظ سه طلاق خانم خدا داده، پیغمبر گفت که با کتاب خدا ریشخندی میکنید. شخص خیست و گفت که یا پیغمبر گردنش بزنم، گردنش بزنم به چی مرا؟ یعنی استهزاء و تمسخر با کتاب الله در حقیقت انسان مرتد می سازه دیگه. یکی استهزاء و تمسخر به اصطلاح مستقیمه هست که ما تو میکنیم که قرآن مجید در کثافات بنداز به اصطلاح زیر پای بکو دیگه بکو، استهزاء و تمسخر مستقیم است. یکی استهزاء و تمسخر معنوی هست که الله چیز میگه و تو چیز دیگه میکنی. و از این خاطر است که الله رب العزت در پای آیات طلاق و رجعت بر ما میگه که ولا تتخذوا آیات الله هزوا. و نوع دیگر استهزاء و تمسخر به برادرای عزیزم در رابطه با مسئله طلاق یکی هم است که با کمال تاسف در طلاق بینونه کبرا، زمانی که ما براتون بیان کردم بینونه کبرا از خود احکام داره برادرای عزیزم. زمانی که بینونه کبرا صورت میگیره و این خانم با این شوهر دیگه به کلی دیگر حرام میشن و جواز نداره که این شوهر با این خانم ازدواج بکنه، پس قاعده چیست؟ قاعده است برادرای عزیزم کی خانم در قدم اول عدت خود سپری میکنه، بعد از اینکه عدت خود سپری کرد، بعد از او با شوهر که خودش میخواه با شوهر خواسته خودش به اصطلاح ازدواج میکنه و با او شوهر حیات و زندگی خود به اصطلاح ادامه میده. اگر در خلال حیات و زندگیشان شوهر وفات کرد و یا یک شوهر بنابر مشاکل خانوادگی خانم طلاق داد، در او صورت بازی خانم بعد از اینکه عدت دوباره خود از شوهر دوم سپری میکنه، بعد از او بازی به شوهر اول چی میشه؟ حلال میشه. حالا بیاین از ما و شما گوش بکنیم و استهزاء و تمسخر خدا در رابطه با آیات الله و در رابطه با کلام الله و در رابطه با احکام الله در قضیه بینونه کبرا مورد بحث قرار بدیم. ما تو چی میکنیم؟ ما تو زمانی که بسا در رابطه با طلاق فکر نکردیم و سه طلاق در سر دهن ما بود و کمک وری اعصابت خراب شد، خانم بیچاره کمک وری نان شور کرده بود، اعصاب محترم تو خراب، نان زدی ده دیوال، برو سه طلاق سه هیچ کارت ندارم. باز وقتی که شکمکت کمک واری پر شد آرام شدی، باز میگه ولی چی بده کدم، حالا چطور کنم؟ باز پیش مولایی صاحب برم، مولایی صاحب ولی چطور کنم؟ مولایی صاحب چی بگه برد؟ اونمو سخن را میگه که ابن عباس رضی الله تعالی عنه برای زمان شخص گفته بود که آمد پیشان گفت که ما به ایسا خانم خود از سه طلاق دادیم چی بکنم؟ ابن عباس رضی الله تعالی عنه از کرده خانم تو پایان انداخت، گفت تو که از خدا نترسیدی، خدا برای تو هم رای حل را پیشنهاد نمیکنه. الله در قرآن مجید میفرماید که ومن یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که از خدا ترسید، الله برایش رای حلش هم چی میکنه. تو که از خدا نترسیدی، احکام الهی را مراعات نکردی، برای تو کدام رای حل هم نیست، شو خانمت از تو جدا شده، با سه طلاق و برو به حساب بینونه کبرا صورت گرفت. پس بالاخره اینا چی میکنن برادر عزیزم؟ یک خیلی دیگر را پیش میگیرن.
و این حیله را به نام حیله حلاله یاد میکنم برادر عزیز. و شک نیست که حلاله در شریعت اسلام و پیغمبر صلی الله علیه و سلم شدیداً منعش کرده و کسایی که این کار را میکنه مورد لعنت قرارش داده. و کسی که حلاله را میکنه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به مو حیوان نر به اصطلاح تشبیه کرده که به خاطر نسلگیری استفاده میشه. کسایی که مواشی به اصطلاح دارن، اسب دارن، گوه دارن، دیگه دارن، بازی گوا و اسبا و حیوانات مواشی که هستن از خود اوقات معین به خاطر نسلگیری دارن. بازی اگه حیوان نر به اصطلاح چی میکنن؟ کرا میگیرن. به خاطر چی؟ که تا حیوانات ماده از طریق از او القا شه و به اصطلاح چوچه‌گیری بکنن. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کسانی که نمی حلاله را میکنن به نمی حیوان تشبیه کرده و بعد از او گفته که الله رب العزت کسی که حلاله میکنه مورد لعنت قرارش. خب حلاله چی را میگن برادر عزیز؟ حلاله ای را میگن زنان جناب محترم تو به نور که تفکر بنگ، به نور که تدبر بنگ، بدون از که وقت طلاق بفهمی، به نور زی کیفیت طلاق بس فهمیدی که طلاق هست و در سر زبانت است و اندکترین چیز یک دفعه سب سه طلاق از دهنت خارج شد و رای حل موجود نداره و آمده پیش مولایی و مولایی صاحب برات گفت برادر عزیزم تا با وقتی که خانمت با شوهر دیگر ازدواج نکنه و بعد از ازدواج طلاق صورت نگیره و بعد از او به اصطلاح دست برسه برای تو حل، تو میری چی میکنی؟ اما یک نفر به اصطلاح جور میایی. برادر محترم اینمی خانم ما سه طلاق دادگیستم در عقد نکایت میاری و بعد از او طلاقش میدی، بعد از او که طلاقش دادی باز برای ما دوباره روا میشم و در عقد نکای خود میارمش. و یه چیزی هست که با کمال تاسف امروز دارم این باش مامان را جد تو را به خدا قسم میتون برادر عزیزم کمی کار ما و تو استعزا و تمسخر رشخند و مستقیم با آیات الله و کتاب الله هست یا نیست؟ پیغمبری که محلل مورد لعنت قرار میده تو امروز را چه میکنی؟ عملی میکنی. و این را هم متوجه باشیم برادر اسلام که در بینونه کبرا تنها با عقد نکاح، با عقد نکاح که و بعد از او طلاق صورت بگیره این خانم برای از این شوهر روان نمیشه، حلال نمیشه. تا چی وقت؟ تا وقت و زمانی که شوهر دوم با این خانم هم بستر شوه و جماع صورت بگیره. تا وقتی که جماع صورت نگرفته متوجه باشین که این خانم با این شوهر حلال نمیشه. یعنی تنها با عقد ازدواج و نکاح که بعد از او طلاق صورت بگیره این خانم برای شوهر حلال نمیشه. تا چی وقت؟ تا وقت و زمانی که هم بستری و جماع صورت بگیره. خانم آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم و برای پیغمبر گفت که من خانم رفاعه بودم. رفاعه یکی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و رفاعه مرا طلاق داد و بعد از طلاق بینونه کبرا ما با عبدالرحمن ابن زبیر ازدواج کردیم. ولیکن عبدالرحمن ابن زبیر کسی هست که توانایی به اصطلاح جماع و همبستری را نداره و این خانم این موضوع را قسم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمید که پیغمبر از این اسلوب خانم به اصطلاح تبسم کردند و گفتند که چه قسم موضوع را برای پیغمبر فهمان که عبدالرحمن ابن زبیر توانایی همبستری، یعنی به این معنا که نمیتونه که به اصطلاح جماع بکنه و همبستری بکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدف خانم را فهمید. در حالی که تبسم میکردن به اصطلاح از این اسلوب خانم برایش گفتند که میخوای دوباره به رفاعه و به اصطلاح مراجعه بکنی؟ ابداً ابداً مراجعه کرده نمیتونی تا با وقتی که جماع و همبستری صورت نگیره. پس حلاله چیزیست برادرای عزیزم که چندین محظور شرعی در وجود داره. محظور شرعی اول ایست برادر اسلام که در حلاله زمانی که موافقه صورت میگیره عیدت نمیباشه دیگه. امروز به اصطلاح زن طلاق داد، یک هفته بعد امرا یک آدم جور آمد، زن در عقد نکاح از او بود. او برادر عزیزم زمانی که زن طلاق داده میشه سپری کردن عدت از جمله واجبات است. دوم ای که عقد نکاح حلاله با او شخصی که صورت میگیره عقد دائمی نمی باشه، عقد موقتی هست و شک نیست که نکاح موقتی در اسلام جواز نداره برادر عزیزم. و در قدم سوم اکثریت موارد حلاله که صورت میگیره در او جماع نیست، مجرد عقد نکاح هست و بعد از او طلاق میباشه و شک نیست که تا با وقتی که جماع و همبستری صورت نگیره این خانم برای از این شوهر دوباره حلال نمیشه. و محظور چهارم شرعی که در این حلاله وجود داره بعد از اینکه شوهر دوم با عقد حلاله دوباره خانم را طلاق میده بدون از اینکه به اصطلاح عدت سپری شود دوباره به اصطلاح چه میکنه؟ در عقد شوهر اول میآید. و این در حقیقت هیله ای است که امروز با کمال تاسف اکثریت در او گرفتار هستیم.
و شک نیست برادر اسلام برخی از فقها که این مسئله را اجازه دادن هدف از اونا مشروعیت از این عمل نیست، بلکه هدف از اونا احترام و حرمت به لفظ نکاح و به لفظ طلاق است. و جهت از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم صراحتا می فرماید ثلاثون، سه چیز، جدهن جدون و هزلهن جدون، سه چیز است که جدی بودن از او هم جدی است، ریشخندی و مذاق از او هم جدی هست. و او چی هست؟ النکاح و الطلاق و الرجعه. نکاح، طلاق و رجعه سه چیز هست که در این ریشخندی نیست، در این استهزا نیست، در این مسخرگی نیست، در این ساتیری نیست، در این مذاق نیست. اتو نیست که بگی زن من رو طلاق کدم بازی نه ولا مذاق کدم، نه نه قطعا این الفاظ شرعی است، این حرمت داره. پس برخی از فقهایی که این موضوع را جواز دادن نه به خاطر مشروعیتش است، ای به خاطر حرمت و احترام به الفاظ و اصطلاح طلاق و نکاح است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما بیان کرده. و در صورتی که هر حلاله به نیت از این صورت میگیره که شوهر دوباره ای زن طلاق بده، متوجه باشی که مکروه تحریمی به نزدشان میباشه. پس به این اساس زمانی که ما شما در رابطه با احکام طلاق در شریعت اسلام نظر اندازی میکنیم، متوجه باشیم برادر اسلام، در قدم اول در شریعت اسلام طلاق به صورت آنی و دفتنی جواز نداره، بلکه بعد از مقدمات چارگانه باید صورت بگیره که هر یک از اینها راههای حل مشکلات خانوادگی هست. این راههای حل مشکلات خانوادگی زمانی که مفید واقع نشد، اینجاست که شریعت اسلام برای ما شما طلاق پیشنهاد میکنه. و زمانی که شوهر میخواهد که خانم طلاق بده، پس در قدم اول طلاق باید چی وقت باشه؟ در طهر باشه که در او جماع صورت نگرفته باشه. و طلاق هم باید یک طلاق داده شود، در یک طهر یک طلاق داده شود. و شک نیست که در این طلاق شوهر میتونه که با خانم خود بدون ملاحظه مراجعه بکنه. نکرد طلاق دوم واقع شد، عقد جدید میتونه. نکرد بالاخره طلاق سوم واقع کرد، با طلاق سوم بینونه کبرا صورت میگیره و بینونه کبرا با احکام شرعی زمانی که صورت میگیره. و بعد از او بازی شوهر و خانم میخوان که با هم ازدواج بکنن، شک نیست که با هم دیگر ازدواج کردن میتونن. پس به این اساس متوجه باشین که در شریعت اسلام طلاق در حالت حیض جواز نداره برادر عزیز. طلاق در طهری که در او همبستری صورت گرفته جواز نداره. طلاق سه طلاق با یک لفظ در یک مجلس متوجه باشین که در شریعت اسلام جواز نداره. و همه از این موارد در حقیقت استهزاء و تمسخر به مو آیات الله هست که قرآن مجید صراحتا موتورا منع کرده که ولا تتخذوا آیات الله هزوا. ولیکن با وجود از این هم زمانی که شوهر این موارد مورد اعتبار قرار نمیده و خانم در حالت حیض طلاق میده، در حالت طهر طلاق میده که دو وزا همبستری صورت گرفته، یا سه طلاق با یک لفظ واقع میکنه، شک نیست که طلاق واقع میشه و شوهر در رابطه با این مؤاخذه میشه. و این احکام طلاق باید ما شما بفهمیم برادر عزیزم. شما باور بکنید که امروز اکثریت ما و شما در رابطه با این احکام آگاهی نداریم و به همین خاطر است که طلاق ها صورت میگیره، استهزاء و تمسخر با احکام الهی صورت میگیره و یکی هم در رابطه با او فکر نمیکنه. و شک نیست که در رابطه با طلاق احکام و موارد دیگر هم از برادر اسلام که انشاءالله تعالی در خطبه های آینده در رابطه با اون ما صحبت میکنیم. الله رب العزت همه ما شما را توفیق پامندی، استقامت و فهم درست دین نصیب فرمایه. کتاب و آیات الله و با احکام الله استهزاء و تمسخر صورت نگیره که نه باعث غضب الله شوه و نه هم باعث غضب رسولش شوه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.